سلام، همکنون پنجشنبه 5 مهر ساعت 5 عصر هست. یک خبر جالبی من دیدم در اینترنت، به این خواهیم پرداخت. موضوع اینکه همستر، گویا همستر کوین که در تلگرام هست، گویا مثلا لیست شده و قابل خرید و فروشه از امروز ظهر. قیمتش هم اعلام شده، اینجا خواهیم پرداخت. اگر دارید در آپارات یوتیوب میبینید، این بخش یک هست، اینجا به صورت اپیزودیک من اینجا زنگ میزنم با آدم ها، گفتگو میکنیم غیره، در موضوع همستر و اینا. من اصلا کلا سر در نمیارم، فقط اون اوایلش که اومده بود اینجا اومدم یه ویدیو درست کردم در یکی از کانالام که مربوط به بازی هست و هیچ کسی هم توصیه نکردم که بره نصب کنه و هی وقتشو بذاره و هی این کداشو بزنه و اینا. ولی خب اینجا خواهیم پرداخت به خاطر اینکه بدونیم که حالا اونایی که دارن مثلا چه شرایطی داره. تو بخش کریپتوکارنسی دیگه، ارزهای مجازی هستن، مثلا میخوان هولد بکنن، میخوان بفروشن یا هر چیزی، بتونم من خودم بیشتر سر در بیارم. پس این قسمت های آینده هم خواهد داشت. یه چیز جالبی که من در روانشناسی اجتماعی برخی از مردم ایران همیشه توجه و جلب کرده اینه که مردم ایران، بعضی هاشون، همه که نه، یک کارایی رو انجام میدن که نمیدونن چی هست. یعنی در واقع مثلا در شرایط مختلف انتخابات ها هم بعضا آدم ها میبینن، یعنی به یکی زیر رای میدن که اصلا نمیدونن کی هست، یه کارایی انجام میدن که نمیدونن چی هست، بعد اول انجام میدن بعدا تحقیق میکنن که چه چیزی هست اون چیز. خب اینکه قیمت این ارز الان اومده در سایت ها و اینا، به حال چیزای خارجی هم دیدم پرایسش رو خواستیم بدونیم، اینو گفته بود 0.8 دلار، اما تو سایت های خودمون همینجا که من دیدم مثلا سایت های ایرانی رسمی اومدن به این موضوع پرداختن، مثلا همشهری آنلاین و اینا اومدن بهش نلدش ویدیو درست کنم، چون که این حالا مشخص نبود که مثلا از نظر مثلا قانونی به چه صورت هست، ولی خب همینجا که همشهری آنلاین اینو گذاشته و همینطور سایت زومیت که بعد به مثلا همین دیلی فوتبال گذاشته، سایت زومیت هم که برای فیلم و اینا هستم یه مقاله خوبی نوشته که بهش خواهیم پرداخت. بعد یه کسی هم هستش در برنامه تلگرام، چون از چند ماه پیش کدا رو میذاشت، من خودم دوستان ران نکرده بودم این همستر رو، ولی همش کداش اینا رو برای این اقواممون و فامیلا و اینا مثلا میفرستادم برای دوستا و اینا، اما ران نکرده بودم. حالا شاید ران بکنم، شاید هم نکنم، ولی یه سایتی هستش که اون مثلا کدا رو اینا رو میذاشت، در واقع این اعلام کرده که مثلا قیمتش رو گفت 0.1 دلار، آنچنان که این فرد به پتکنولوژی با پیام گفته. اما آنچه که در سایت کوین در واقع جی کو مثلا 0.8 دلار شده، که تو فارس توی کشور ایران الان مثلا معادل ایرانی شده مثلا 3000 تومن. حالا من نمیدونم 3000 تومن یعنی هر یه دونه همستر کوینی 3000 تومن، یا هر گیویلیو اگه یه دونه 3000 تومن باشه قیمت کمی نیست. ولی آنچنان که ایشون گفته بود که قیمت همستر انقدر پایینه که من روحیه ندارم مثلا آموزش درست کنم. من تا اونجا که متوجه شدم دوستان، ببینید این در واقع یک کیک بزرگیه، سرمایهش الان 1.2 میلیارد دلار هست. خب یک کیک بزرگیه که چون کاربران زیادی داره، این کیک بین افراد زیادی تقسیم شده و سهمشون انقدر کم شده. حالا هر چقدر اون کیک بزرگتر بشه، سهم افرادم بیشتر میشه و یا کمتر میشه. یعنی اینه. حالا بسیار تخصصی تر در ویدیوی بعدی بهش خواهیم پرداخت، اما میخوام قیمت رو در بیارم که به چه صورت هست. الان این سایت دیلی فوتبال، حالا دیلی فوتبال چیکار به همستر داره من نمیدونم، ولی خب بازی دیگه. الان من خودم گفتم اینجا که میبینیم من اینجا ها اینها با یکی از پسر عمو بردیم اینجا مثلا این آموزشی داد که چجوری کد جدید همستر را، کد مورسش را اجرا بکنید. خب این کار فقط برای گیمینگ و ایناست. من اینم ویدیوها رو چند دقیقه دیگه باز می‌کنم ببینم که بشه سوال. ولی اصلا جدی من باز ران نکردم. چند روز پیشم رفتم خونی مثلا اقوام و اینا، دیدم همه به تب و تاب افتادن که ای وای ران شد، ران نشد، حالا بسته شد، حالا باز شد. ولی من چون اصلا در جریانش نبودم زیاد، فقط همینجوری ابزرو میگردم، از بیرون نگاه میگردم. یه چیزی هم تو پرانتز بگم، تو این مرغا اینا اینجاست ضبط بشه بعدا اتیکش ببرم. ببین آقا جان، من توصیه‌ام در این جهان امروز، در این جهان امروز که همه چی به انرژی وابسته هست و ما در خطرات مختلف جنگ و اینا قرار داریم، من پیشنهادم برای سرمایه گذاری و انجام کسب درآمد
بیسیک بیسیک و در دنیای مادی و متریالیستیه. یعنی چی؟ من دیگه حالت اگزاجر شده شو میگم که دیگه حالا موارد دیگه شو خود. آقا شما برید 5 تا دونه مرغ بخرید، نه مرغ رو ببینید، مرغ گل پایگانیه، یا 5 ماهه به تخم گذاری میرسن، یعنی 4 ماه 3 ماه 120 روزه اینا بخرید اوکیه. 3 تا 4 تا قفس هم میخرید استندن، خب مرغا رو میندازید تو قفسا، خب اینا تخم میذارن، چه اینترنت وصل باشه، چه اینترنت قطع باشه، چه لیست بشه، چه لیست نشه، چه جنگ بشه، چه جنگ نشه. دونه هم میرید مثلا گندم میکارید، یا اگه جنگ شد گندم ها رو میریزید، نمیخواید ولش رو میکنید در طبیعت. اینا تخم میذارن، وقتی تخم میذارن چه اینترنت قطع باشه، چه لیست بشه، چه لیست نشه، چه ولت شما باز بشه، چه ولت شما بسته بشه، چه قیمتش بریزه، چه قیمتش بالا بره، تخماش رو یا میفروشید، ما به ازاش چه میدونم مثلا دوغ میخرید واقعش اگر ارز واقعی وجود نداشت، یا نان میگیرید به جاش، یا میخورید تخما رو، تخم مرغا رو. خب من توصیه‌ام در این 30 سالگی که از 12 سالگی در اینترنت بودم، موقعی که افرادی کسی نمیدونستن در اینترنت چیزی به اسم ارز در واقع کارنسی غیر کالا محور میتونه وجود داشته باشه تو اینجا، باز در این سن و سال به شما میگم آقا فقط برای اینکه تفریح داشته باشید شما برید مثلا هولد بکنید. خب مثال میگم اونایی که امکانشو دارن، مثلا اگه ارزی بید بخرید نگه دارید، حالا شاید بالا بره شاید پایین بیاد، وگرنه این در واقع تکنیکیه که حالا گردانندگان اون پلتفرم ها الان پیاده کردن برای اینکه کاربران زیادی وارد مثلا تلگرام بشن. من خودم مثلا پارسال این موقع به آدم میگفتم مثلا فرض کنید در تلگرام پیام بدید، نه میتونی تلگرام آخه فیلتره ما سختمونه. بعد دیدیم همون آدما دونه دونه نوشته جوینت فلان، فلانی جوین شد، فلانی جوین شد. خب از این انگیزه استفاده میکنه تا پلتفرم خودش رو گسترش بده، خوبم هست. ولی حالا یه توصیه سرپایی هم دوباره کنم، اونم اینه که اگر ارزشمند شده کوینتون، اینو اگه بفروشید این برای شما به نوعی طمعی ایجاد میکنه که برید بخرید دوباره. ولی خودم شاید بخرم، اصلا بخرم برای هولد مثلا نگه دارم همه همستر کوین که مثل بیت کوین نشه، مثلا گرون شه. ولی این وسوسه رو برای شما میاره که بگی آقا خیلی حال دادا، مثلا 10 تومن گذاشتیم 15 تومن برداشتیم. این آغاز راهیه که شما وارد چی میشید، یه زمینی میشید که پر از آدمای حرفه‌ای‌تر از شما اونجا هستن، اونا 5 ثانیه قبل از ریزش قیمت ارز در جریان هستن و میفروشن، شما وارد نیستید. 10 تومن و 15 تومن شاید بشه، 15 تومن 20 تومن شاید بشه، ولی به طمع میافتی 50 تومن میذاری، اون وقت 50 تومن میره جایی که دیگه پیداش نمیکنی، یعنی یه موقعی میریزه که شما نمیدونی همه فروختن، خوابه مثلا ساعت 4 صبح. ولی سرگرم کننده است دیگه، سرگرم کننده است. و همین که ما میبینیم افراد مسن‌تر، افرادی که مثلا موبایل سختشون بود کار بکنن، دیدیم تو این 2-3 ماه اومدن تو تلگرام و اینا، این خودش نشونه خوبیه، یعنی باعث شد جامعه بیشتر آشنا بشه، همه افرادی که بیشتر اصلا با موبایل آشنایی نداشتن بیشتر وارد این پلتفرم ها اینا بشن. این به طور کلی خوبه. حالا بحث چیه؟ بحث اینه که ما بدونیم قیمتش چیه که عمرن هم بتونیم بدونیم، چون که سایت های خودمون هر کدوم یه چیزی گذاشتن. حالا در ویدیوهای بعدی من زنگ میزنم مثلا برخی اقواممون، دوستا، آشنا، اگه بشه در این برنامه ویراستی. کلاب هاوس خیلی جاش خوبه، کلاب هاوس جای همین مسائل کریپتوکارنسی و بازار رمز ارزها و چی میگن بازار سرمایه و بورس و اینا صحبت میکنم، متخصصینش. ولی اونجا چون غیر ایرانیه و قابل کنترل نیست، خیلی افراد فیک هستن اونجا، خودم متعهد به ذاتی فیک اونجا فعالیت کردم، قابل کنترل نیست، چون ما اینو میخوایم در آپارات و یوتیوب منتشر بکنیم، با قوانین شاید سازگار نباشه حرفای اونا. این ویدیوهای من همینجوری تولید به مصرف و وقت ادیت نمیخوام بذارم، حالا یکی بیاد اونجا یک کلمه ای بگه که مجبور شیم ادیت کنیم. ولی خب آنچنان که سایت دیلی فوتبال آنچنان که گفته از 5 صدم دلار، خب درسته دیگه، 0.5 میشه یا 5 صدم، 5 دهم 5 صدم دلار قیمت توکن همستر. حالا توکن همستر یعنی یه دونه همستر، یعنی یه دونه شما میزنید یه همستر، یا هزار تاست، یا چیه؟ اینو ما قسمت های بعدی میفهمیم، اینکه
بتونیم بفهمیم که چجوری میشه مثلا نقدش کرد. حالا من تا اونجایی که خوندم این چند تا مقاله رو، شما باید یک پلتفرمی داشت، یک والت دیگه ای داشته باشید. به علاوه یه تصویری اومد تو صحنه، من رو سایت دیلی فوتبال ما مجبوریم ادیتش بکنیم فکر کنم. آتی تبلیغ سایت ایرانی دیگه، من چیکار کنم؟ ما باید یک تون کوینی داشت، تون کیپری داشته باشیم که اون ارز اصلی تلگرامه. این اونایی که دارن بعد داشته باشن، بعد اینی که دارن رو اونجا تبلیغات بانک ملت هم بود فکر کنم. اون ارزی که داری همستر رو انتقال بدی به ولت تون و اون ولت تون رو مثلا بفروشید. ببین چقدر سخته، من فکرم ریخ به هم به خاطر اینکه الان ممکن این ویدیو بسته بشه به دلیل مسازگار نبودن با قوانین. خب بعد گفته که لیست شده است و آدما باید چیکار بکنن. خب بعدش هم این سایت دیلی فوتبال هم آخه قیمتش رو می‌خواستیم بفهمیم. تو این سه تا سایتی که پرایس مرایس میزنه نشون داده رفته بالا اومده پایین و اینجا ساعته، اینجا که می‌بینی ساعت کیه؟ الان 26 سپتامبر هست، اینم 26 سپتامبر. 26 سپتامبر میبینید 800 دلار هست گویا اگه من اشتباه نکنم. بعد اینجا کم شده و هی زیاد شده، اونجا میتونید به آنلاین ببینید. ببخشید من انقدر پیاده هستم در زمینه رمز ارز و اینا و افتخار میکنم اتفاقا به این پیادگی، چون شما باید خیلی حرفه‌ای، ببین خیلی حرفه‌ای باشید تا در راه این موضوع کریپتوکارنسی ها بخواید پا بذارید. من متاسفانه نه، من نه چیزشو ندارم، توان ذهنی و اینا رو ندارم که شما بتونید تحلیل بکنید در لحظه جداول رو اینو حس بکنید که الان میریزه نمیریزه و ایردراپ و ایناش هم خود سخته اون کد گذاری شده، ممکن رمز آدم مثلا لو بره و اینا. ولی خب در ویدیوهای بعدی به تدریج ما اینجا زنگ میزنیم به افراد و اتاق میذارم بیشتر آشنا میشیم. خب بعدش هم اینه که قیمتش هم این سایت همشهری آنلاین گذاشته اسکرین شات کامل گرفته و غیره. اگر نگران شلوغی شبکه‌تون نباشید، هیجان رو کنار بذارید. بعد گفته که حالا بازیه، اگه بدید که هی میگه که مثلا کلیک کنید سخت نگیرید. بعد گفته فرست، آقا من اینو نمیدونم، آقا سایت همشهری آنلاین گفته فرست صرافی های خرید فروش همسته. من نه توصیه به خرید فروش خرید چیزی میکنم، نه فروش چیزی، نه ران چیزی، نه صرافی خاصی. این سایت همشهری آنلاین گذاشته، یه سری جا هم گذاشته. این اولیش که اصلا جهانیه، حالا کاری ندارم الان بازم نمیشه، ولی خب یه جای خودش معرفی کرده همشهری آنلاین. حالا قسمت های بعدی بیشتر خواهیم پرداخت به این موضوع که ببینیم که به چه صورت. هر کیم کامنتی داره نظری داره بنویسه، شماره‌اش اگه بنویسه من اون فرد بهش زنگ میزنم اینجا باش گفتگو کنیم که به ما اینجا بگی که موضوع همستر کلا چیه. همین رو خواستم بگم. این اقواممونم ببین مثلا این آپارات درآمدزاییش یه دونه این کانال مثلا این کدوم داخلشه می‌بینید، مثلا دیروز 75 هیچ کاری نداره پرسپولیس صحبت کردیم، خب 75 تومن اواریس کرده این کانال نارنجیه، چندین تا دارم من 75 تومن. یک چیزی که شما همین الان می‌بینید شرکت ایرانی در ایران شماره کارت شما می‌بینه واریز می‌کنه، این نیستش که من برم یه پولی بذارم بعدا قراره حالا لیست بشه حالا لیست نشه و غیره. یا خیلی چیزای پایه، حالا همه که نمیتونن بیان اینجا ویدیو درست بکنن و غیره. آقا مرغ بگیرید، 10 تا مرغ بگیرید بذارید تو قفس. خب اگه در تهران هستید که نمیشه، مثلا در شهرستان هستید این به اندازه 50 تا همستر برای شما کار خواهد کرد. به راحت میتونید بخوابید صبح، نگران این نیستید که ایردراپش رفت بالا اومد پایین و غیره. ولی کلا اگر ارزها در سطح کره زمین مثلا مجازی بشه، یه چیز مثبتی داره چیز منفی. مثبتش اینه که دیگه از مسئله مالیات های علکی که در بانک های جهانی میخوان مثلا در واقع به نوعی، حالا نیتشون هم خیره ها، ولی کسب بکنن، این حذف میشه، یعنی بین خود افراد هست، سرمایه بین افراد هست. بعدیش اینه که هیچ پایه ای نداره، یعنی برق قطع بشه تمام. ببین برق قطع بشه تمام. خوبیش هم اینه که خوبیشو گفتم، یه بدی دیگه هم داره که این قابل کنترل نیست، این معاملاتی انجام خواهد شد در سطح آینده. اگه فقط ما با ارز مجازی بخوایم کار بکنیم، معاملات انجام خواهد شد که قابل مشاهده نیست.
خیلی جنبه مهمی داره این موضوع از نظر اقتصادی و اینا. حالا سعی میکنم در ویدیو بعدی بیشتر بفهمیم. پس همین من خواستم اعلام بکنم که آقا این همستر لیست شده، هیچی، قابل خرید فروش هم شده، قیمتش هم آنچنان که این آقای چیز گفته بود 0.01 دلار هست. خب این کم نیستش، الان من حساب کردم مثلا میشه چقدر؟ شش. یه چیزی نمیشه مثلا، ببین اگه هر هزار این عددی باشه، مثلا یه کسی، من یکی میشستم 4 میلیارد داشت، اون رفته ای دیدم، یکی میشستم 2.7 میلیارد داشت. این نوشته که بس سایت نوشته بود که کلا بزرگ همسته، ببین یک صدام لیست شده باشه، هر هزار توکن همستر 10 دلار. خب یعنی نزدیک به 600 هزار تا. حالا هزار توکن چند همستر میشه اینو نمیدونیم، یعنی که میزنی دونه دونه. آها هزار تاش میشه 10 دلار، یا 1 میلیون تاش میشه 10 دلار. اینو به درسات های بعدی خواهیم فهمید. من زنگ میزنم به چند تا یکی دو تا از اقوامم و دوستانم که بتونیم سر در بیاریم بیشتر. تو این چند روز من بیکار، دیرو پرسپولیس استقلال بود و دیگه گذشت، امروز ببینیم از این همستر میتونیم اینجا تولید محتوای جالب انگیز کنیم یا نه. من چند سال پیش همستر داشتم، هم این شکلی شده داشتم که دوستان داده بود، یه جفت بودن و همین سفید معمولی ها. خب این ویدیو خودم که احوای اقوام کوچولو به پسرمون ضبط کردیم، یه لحظه پلی بکنم و میبندم، قسمت های بعدی رو خواهیم دید. آه خب همینه، اونجایی که میبینید یعنی واسه تبلیغ اومده روش، بله میزنم میره یوگاکس چطوری؟ یک خیلی باحاله. خب میای پسر عمومه اینجا بازی کامپیوتری انجام میدیم. دو تا کلیدم واسه تو میرم که بفهمی چیه کلید این اضافه کرده. خیلی بال سرگرم کننده، مثلا کد مورس و اینا داشت. این کد من فقط برای بازیه. این کارتش خیلی خوبه. من درست کردم، یکی بار درست کردم، واقعا برای اینکه مثلا جالب انگیز و مثلا با تینیجرها بتونیم گفت ارتباط برقرار کنیم از این طریق. ولی به صورت جدی من بهش که توصیه نکردم. مال 16 مرداد هست، مثلا یه دو همون ثانیه‌های اولی که اومده بود موضوع همستر، یکی از دوستان من گفت بیا جدی در موردش مثلا کار کنی توی فاز بعدی. گفتم ولش کن، ما یه چیزی که ملموس برامون هر روز برامون داستان داره پیش میاد، که چه چیزی، این چیزی که ملموس نیست، حالا بهم توصیه بکنه به مردم که بهت سرمایه‌گذاری بکنه، بهت به صبح تا شب زیر پتو بشینی تخ 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 رو موتور رو تو رانندگی و بعد میگن این توصیه کرده ما. اینو ما اومدیم بیشتر برای سرگرمی مثلا کودکان و اینا. 35 سکه تو جدید اضافهش کرده. سکه خیلی جالبه. میایم بالا بارگذاری موجود. من گوشیمو میرور کرده بودم این اون بلد نیستم خالص. یشته نشون داده. چندومه؟ می چیه؟ خب حالا خواهمی که ببینید حالا لیست شده این. من از این سایت ها رو یه ریفرش بکنم ببینم که قیمتش بالا پایین نشد. آنلاین اینا دیگه. آنلاین ولی یه بار رفرش بکنم و ببینیم که داخلش چه چیز جدیدی میاد. آها ببین یه خورده تغییر کرد. یه خورده تغییر. ولی این حالا بالا پایین میشه ها. ببین گفت همون از یه کیکی که من به شما توضیح دادم، این کیک رو گفتم که یه قابل لمس بشه برای همه. یه کیک بزرگی هست که برای همه است. حالا این همهش اینقدر زیاده در سطح جهان که سهم افراد کم شده. حالا دو راه وجود داره. یا اینکه آدما برن بیرون که پرایس و ارزش بره بالا، که بیرون که نمیرن که، یا اینکه آدمای جدیدی بیان پول وارد بکنن، یعنی بیان بخرن، یعنی افراد جدید بیان این کوین رو بخرن، اون وقت ارزش کیک، حجم کیک بالاتر بره، به افراد زیاد هم که هستن سهم بالاتری میرسه. همچنین که میبینید یه مقدار کم شده در ساعت 3:30 ساعت لندنه. آره دیگه مثبت 33 بفتت 3 ساعت و نیمه. نه دیگه این برای ماست فکر کنم، آها نمیدونم، ساعت 16:40 که همین الان باشه، مثلا نسبت به نسبت به ساعت 2 مثلا ریزش کرد. اینا احتمالا خواستن بفروشن، فروختن، خب یا مثلا همچین حالتی، نمیدونم این چی میگن، بالا پایین شدنه نوسانات ارزی رو خیلی پیچیده هم هست. اینقدر پیچیده است که من واقعا میترسم از موضوع رمز ارز. فقط آقا بعد دادم دل بذاره به دریا، بگی آقا من بیت کوین مثلا که گرونه میخرم میذارم کنار، اصلا سراغش هم نمیرم، نمیخوام هم بدونم چنده یا چیه،
آخر آدم تخم مرغاش سبدهای مختلف میذاره دیگه. حالا مثلا چه یه مبلغی رو مثلا یه مقدار رمز ارز فلان رمز میذاره کنار، یه هیچ سراغش نمیره آقا کم شد بفروشم زیاد شد. این به با سایکولوژی ارتباط داره و میتونه شما رو در تله این بندازه که سرمایه‌تون رو اونجا بذارید و دیگه فرداش مشخصه چی پیش بیاد. حالا یه بار دیگه من اینجا یه رفرش بکنم که ببینید گوگل الان فکر کنم ترنده دیگه، الان که همستر کامبت لیست شد و فلان. حالا اگه بشه گفتم در ویدیو بعدی در قسمت های بعدی من به صورت مفصل به این موضوع خواهیم پر، نمیدونم بگیره یا نه، فکر کنم احتمالا بگیره، موضوع جالب انگیزی هم هست، هم جالب جالب فوری به همه اقشار جامعه جایی که دیدی همه اقشار جامعه جوین شدن به تلگرام و ران کردن. خب من که 12 سالگی حالا 30 سالمه هیچ کامپیوتر نداشت، در سیم برق وصل کردم به تلفن با دایل اپ وصل شدم به اینترنت ران نکردم، ولی خب خیلی افرادی که نمیدونستن موبایل چجور روشن بکنن مثلا شاید یه 2 سال پیش ران کرد. به همین خاطر احساس کنم چه موضوع مهمی هست در سطح جامعه و سرگرم کننده هم هست. اینجا اگه بشه تا یه اپیزود یا 2 اپیزودی که در مورد چه درست کنم، هر از چیز بنویسید چه در آپارات در یوتیوب، اگر کسی خواست صحبت بکنیم من میتونم شما رو بنویسم در کامنت ها بهش تماس بگیرم یا همین در اتاق ویراستی بیاد صحبت بکنیم. فعلا همستر کوچولو خدافظ. آها من داستانی هم شنیدم در روز اولی که این ران شده بود، اینکه چرا مثلا این اتفاق افتاده، گویا اون که یه کوین دیگه ای بوده قبلش که یک فردی در خارج برای اینکه بتونه اینو کسب بکنه بیشتر سکه های بیشتر اینو همسته رو گذاشته بوده روی گوشیش و حالت توی قفس یا شیشه بوده، با حرکت اون این تولید می شده سکهش استخراج می شده، بعد این ویدیوش پخش میشه و افراد ناراحت میشن، بعد میان از همین استفاده میکنن، یعنی همستر درست میکنن، میگن آقا شما بیاید حالا این همستر رو لمس بکنید که از دلش در بیاد و هی سکه تولید بشه. خودش اصلا این یه چیز روانشناختی داخلش، افراد میگن این همستر حمایت بکنید از حیوانات مثلا. خب اینجوری شده همستر شده. ولی قبلش کوینای دیگه ای بود، من یادم زمستون چند تا کوین دیگه اومده بود همینجوری به صورت بازی بود، یعنی افرادی هم جمع میشن در یک دور هم، یک دور هم در یک فضای مجازی داخل یک فضای مجازی ارزش بخشی میکنن به چیزی که ارزش نداره. مثل اینکه من چه مثلا این هنسفری رو بیام سهامیش بکنم، افراد بیان سهام این روی سهام این دیگه، ما انقدر از این سهم داریم ولی پولی وجود نداره. بعد این سهامی که ما داریم رو در محفلی که این هنسفری قیمت داره رو اینو بذاریم برای فروش، حالا افرادی میان میخرن افرادی هم میفروشن. خیلی روی حواس موضوع کریپتوکارنسی، ولی خب جالبه. خب همین هر از دوشید بنویسید. فعلا خدا نگهدار.